میخوام برگردم به مسئله ایران و اسرائیل ولی آینده ایران و اسرائیل و البته گذشته پیش از شروع پنجه اگر کوتاه در مورد روابط ایران و اسرائیل در پیش از فتنه پنجه هفت بفرمایید و اینکه در آینده پسا جمهوری اسلامی ما چه روابطی رو خواهیم داشت با اسرائیل و چقدر اهمیت داره اساسا خوشحال میشم که از شما بپرسم و البته با توجه به سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل خب روابط ایران قبل از انقلاب فتنه 57 هفت با اسرائیل در نوجوانی جوان مرگ شد ولی آینده روشنی میتونست داشته باشه همونجور که خودتون میدونید اول از طریق مسائل فرهنگی شروع شد به خاطر اینکه به هر حال یک تاریخچه فرهنگی چند هزار ساله بود بین به خصوص جامعه یهودی ایرانی در ایران و بدین ترتیب این به دولت اسرائیل هم منتقل شد آه بعد آه رابطه های بیشتر اقتصادی به خصوص در مورد کشاورزی و آب به وجود آمده بود و بعد یک مقدار رابطه های امنیتی و اطلاعاتی هم بود به خاطر اینکه به هر حال خب ما دشمنان شریک داشت مشترک داشتیم از زمان جمال عبدالناصر گرفته تا عراق تا اسد در سوریه اینا همه دشمنان ما بودن لیبی زیر قذافی دشمن ما بود خب اینا دشمن های اسرائیل طبیعی اسرائیل هم بودن البته خب با آمدن به قدرت سیدن سادات و بعد مسائل مذاکرات صلح بین سادات و اسرائیلی که خود شاه فقیر هم در این مسئله و دولت و دولت ایران در اون زمان در این مسئله خیلی کمک می‌کردن خب اون اتحاد به وجود آمد که بازم دیدیم که یکی با فتنه 57 و و دیگری با گذشت محمد رضا شاه و بعد ترور سادات سعی کردن اون مسائل رو به هم بزنن ولی خب تا به حال خوشبختانه اون مسئله به هم نخورده خب این چیزا بوده در این چهل سال چهار سال گذشته به خصوص نسل های بعدی انقلاب زدی ایران در ایران به این نتیجه رسیدن که این مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکا اینا همش یک مشت شعارهای توخالی که اصلا هیچ ربطی به حقایق نداره و به این نتیجه رسیدن که نه تنها مردم اسرائیل دشمن مردم ایران نیستن بلی که از لحاظ فرهنگی باز یک گذشته ای در اونجا هست که خیلی میتونه شکوفایی داشته باشه در آینده و من معتقدم میتونه داشته باشه و میبایست داشته باشه من معتقدم من بارها این رو گفتم حالا چی حرف به قول معروف مفته ولی من معتقدم اگر انقلاب جمهوری اسلامی صورت نمی گرفت با روالی که منطقه داشت پیش می رفت نه تنها ما امروز آم رابطه رسمی داشتیم با اسرائیل بلکه خیلی دیگر از ممالک خلیج فارس های خلیج فارس و حتی بعضی از ممالک دیگه خاورمیانه با اسرائیل صلح کرده بودند و مسئله فلسطین هم تا مقدار زیادی از طریق قوانین بین المللی حل شده بود